برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. حجت الاسلام و المسلمین شیخ مصطفی محمدی رئیس مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق شیرازی دامزلو در شهر مقدس کربلا در مقر دارالمصباح الشعائری در این شهر مقدس حضور یافت. به ضمن دیدار با مسئولان و دانش آموزان این مجموعه برخی از توصیه‌های آیت الله العظمى سید صادق شیرازی دامزلو را برای آنان بیان کرد. دارالمصباح الشعائری از جمله مراکز وابسته به مؤسسه مصباح حسین علیه السلام است که به جوانانی که استعداد و صوت زیبایی دارند دروس و دوره‌های آموزشی ارائه می‌دهد و آنان را به عنوان مداحان و سخنوران خدمتگزار به دستگاه حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام پرورش می‌دهد. مقام‌های امنیتی آلمان خطر تروریسم سنی‌های تندروی داعش در آلمان را همچنان بالا ارزیابی کرده و از افزایش آمادگی این گروه برای ارتکاب به اقدام‌های تروریستی در این کشور خبر دادند. نشریه فوکوس آلمان به نقل از پلیس جنایی فدرال آلمان گزارش داد در سال جاری میلادی توانسته در هامبورگ و کاسترو راکسل از حملات تروریستی سنی‌های افراطی جلوگیری کند و یک مظنون به اقدام تروریستی هم در حال حاضر در دویسبورگ تحت بازجویی قرار دارد. در مجموع بیش از 1000 روند تحقیق در مورد جرایم با انگیزه سیاسی در آلمان در حال انجام است. هیئت مدیره مدارس تورنتو دومین هیئتی است که راهبردی را برای مبارزه با نفرت پراکنی روزافزون علیه مسلمانان اتخاذ کرده است. در همین راستا هیئت مناطق آموزشی تورنتو TDSB به اتفاق آرا به تصویب برنامه‌ای برای ایجاد آگاهی در مورد افزایش تعداد حوادث ضد مسلمانان در کانادا رای داد. گفتنی است بیش از 1 میلیون مسلمان در شهرهای مختلف کانادا همواره در معرض خطر قرار دارند.